دوست داری بازیگر بشی ولی خانواده‌ات بهت اجازه نمیدن؟ دوست داری بازیگر بشی ولی خانواده‌ات بهت میگن که این صنعت تئاتر یا سینما پر از فساده، پر از فحشاست؟ یا خودت اصلا نگرانی؟ دوست داری بازیگر بشی ولی خانواده‌ات نگران مسائل اقتصادی هن؟ یا خودت نگران مسائل اقتصادی که آیا این حرفه حداقل‌های اقتصادی منو تأمین میکنه؟ اگه این موضوعات برات جذاب و جالبه و سوال برات، ادامه ویدیو رو با ما باش. سلام دوستان، به کانال اکتینگ جرنی از سفر بازیگری خیلی خوش اومدید. من داریوشم، رشادت، بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر از هنرهای زیبای دانشگاه تهران. من توی این کانال موضوعاتی در مورد بازیگری و هر آنچه به موفقیت و شکست در این حرفه منجر میشه آموزش میدم و از تجربیات خودم میگم براتون بیشتر و آموزش هایی که دیدم و مطالبی که این برامور خوندم. اگه این موضوع براتون جذابه و جالبه کانال رو سابسکرایب بکنید، یعنی مشترک بشید و زنگوله کنارش رو بزنید تا اولین ویدیویی که من منتشر میکنم یوتیوب برای شما نوتیفیکیشن بفرسته و شما از طریق اون آگاه بشید و تشریف بیارید و ویدیو رو ببینید. قبل از اینکه موضوع رو من شروع بکنم چند تا نکته رو خیلی سریع بهتون بگم. برای دوستایی که میخواد با من کلاس داشته باشید، بچهای تهران حضوری یا شهرستان، برای جلسات آنلاین مشاوره، من یه ویدیو تهیه کردم که توی اون ویدیو شرایطش رو توضیح دادم تقریبا، که لینکش رو این بالا میبینید. اون ویدیو رو ببینید و اگه دوست داشتید میتونید با من در ارتباط باشید. توی کامنت ها در مورد موضوعاتی که خودتون دوست دارید موضوعش رو به من بگید که من در مورد موضوعات و مسائلی که خودتون دوست دارید و براتون مهمه ویدیو تولید بکنم. لایک و کامنت های مثبت شما خیلی تاثیرگذاره و ممنون میشم اگه ویدیو رو دوست داشتید، براتون مفید بود در نهایت، حتما لایک بکنید، سابسکرایب بکنید، کامنت های مثبت بذارید. اینا باعث میشه که کانال بیشتر دیده بشه تا بچهای بیشتری بتونن از این کانال استفاده بکنن. و در نهایت اگه دوست داشتید ما رو حمایت بکنید از طریق لینک حمایتی که روی تصویر میبینید و توی دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو اون پایین هست، میتونید از طریق اون لینک وارد یک سایتی بشید و اونجا ما رو حمایت. خب بریم سراغ موضوع. من توی چند هفته اخیر یه کامنتای دریافت کردم مبنی بر اینکه خانواده‌ام اجازه نمیدن، لازم دیدم که چند تا ویدیو تولید بکنم در مورد اینکه خانواده‌ام بهم اجازه نمیدن، در مورد اینکه مسائل اخلاقی یا غیر اخلاقی این حرفه چجوریاست، منی که یک خانم هستم تا چقدر امنیت دارم تو این حرفه، از الان اگه بخوام وارد این حرفه بشم با چیا باید خودم رو آماده کنم که با چیا مواجه میشم، یا خونه آدم اصلا حساسن سر این ماجرا، یکی اینا، یکی این که مسائل اقتصادی این حرفه چیه، چجوریه، چقدر امنیت اقتصادی داریم ما تو این حرفه، آیا حداقل های اقتصادی واقعا من میتونم به دست بیارم روش حساب بکنم، حرفه مطمئنی هست به لحاظ حداقلی ها، یا خون آدم خیلی نگرانن در این زمینه. من یه چیزی بگم در ابتدا، صحبتهای من رو کامل بشنوید، وسطش تصمیم گیری نکنید، لا الهش رو نشنوید، فقط الالهش رو هم بشنوید، چون متاسفانه سیستم عصبی ما جوری طراحی شده که ما فقط صحبتهای رو میشنویم که دوست داریم بشنویم و بعد که دوباره برمیگردیم ویدیو رو نگاه میکنیم میگیم من به اینجاش دقت نکرده بودم، با اینکه تمام ویدیو رو دیده بودی. پس یکم دقت کن، یا لازم شد دوبار ویدیو رو ببین، تمام صحبت‌های منو بشنو. سعی میکنم توی دو سه تا ویدیو تمام این مسئله پوشش بدم. خب یکی این که بریم سراغ ماجرای خانواده که اجازه نمیدن من رویام رو دنبال بکنم. توی صنعت اولین بار من با یک کلمه مواجه شدم توی صنعت موفقیت به اسم دریم استیلر، اگه درست گفته باشمش، یعنی رؤیا دزدان، کسانی که رؤیای ما رو می‌دزدن خواسته یا ناخواسته، انرژی منفی به ما منتقل می‌کنن، به ما میگن نمیتونی یا به درد تو نمیخوره این حرفه، یا تو رو چه به بازیگری، تو رو چه به چه میدونم نقاش شدن، تو رو چه به نویسندگی، تو رو چه به کارگردانی، تو رو چه به خوانندگی، یا هر چیزی، هر هنری. و اصولا میگن اصطلاح عامیانش اینه که تو دل ما رو خالی میکنن با انرژی های منفی که به ما میدن یا با مقاومت هایی که میکنن. بخشی از این دریم استیلر ها، این رؤیا دزدان، شما باید
یه آدمایی هن که شما باید هرچه سریعتر از این آدم ها دوری کنید. اگر رفیقن، اگر دوستن، اگر پسر خالن، عموه، داییه، یا حداقل سعی کنید کمتر این آدم ها رو ببینید، یا حرفاشون رو نذارید حرفاشون روی شما تأثیر بذارن و حرفاشون گوش نکنید. اما یه بخشی از این رویا دزدا خانواده ما هستن، پدر ما هستن، همسر ما هستن، مادر ما هستن، یا خواهر یا برادرای ما هستن و این آدما عزیزان ما هستن. درسته در بطن ماجرا یک دریم استیلرن، یک رویا دزدن، اما واقعا خواسته این کار رو نمی کنن، ناخواسته است، ناخواسته دارن تبدیل میشن به دریم استیلر، به رویا دزد. دلیلش چیه؟ ما با این بخش خانواده کار داریم، با اون بخش که بهتون گفتم کولتون رو بردارید و فرار کنید ازشون. یعنی اگر انرژی منفی میگیرید از یک سری آدم، یک سری از آدم های به شما میگن شما نمیتونی، یا تو چه به بازیگری، یا تا دهنتو باز کردی در مورد بازیگری یا هنرمند شدن در پیشش حرف زدی، یه جور خاصی نگاهت کرد، از این آدم ها کنارگیری کنید، فاصله بگیرید. اما در مورد خانواده، رفقای من، خانواده نگران شما هستن، خانواده واقعا موفقیت ما رو میخوان، واقعا خوشبختی ما رو میخوان، برای همین نگران ما هستن که برای آینده ما چه اتفاقی میفته. حرفه بازیگری، حرفه سینما، حرفه تئاتر، من کاری به هنرهای دیگه ندارم، اما میشه به اونا هم ربطش داد صحبتهای من رو. حرفه بازیگری، حرفه سینما و تئاتر خیلی حرفه نامطمئنیه توی کشور ما مخصوصا، برای همین خانواده ها نگرانن، نامطمئن به لحاظ مسائل اخلاقی، نامطمئن به لحاظ مسائل اقتصادی. به لحاظ مسائل اخلاقیش خب ما زیاد میبینیم که ویدیو این برابر منتشر میشه، به فلان خانم پیشنهاد غیر اخلاقی داده شد، یا نمیدونم اگه بخوای تو بازیگر بشی کار کنی باید تن بدی به یک سری چیزای غیر اخلاقی، یا کلن فضای غیر اخلاقی هست توی این صنعت. خب چرا باید پدر یک مادر اجازه بده دستگلش دخترش بره توی یک صنعت، توی یک حرفه‌ای که انقدر چیزای منفی پشت سرش گفته میشه؟ و همینطور در مورد مسائل اقتصادیش، به لحاظ مسائل اقتصادی دوستان، این صنعت تو کشور ما مطمئن نیست متاسفانه. یعنی چی؟ یعنی ما تو کشورهای اروپایی، تو کشورهای آمریکایی و حتی شاید آسیای شرقی، من اروپا و آمریکا رو تا حدودی در جریانم، یک سری سوبسیدها، یک سری فاندها به لحاظ دولت در نظر گرفته، یک سیستمی هست، یک سازوکاری هست که تو به محض اینکه یک دوره رو میگذرونی، دوره دانشگاهی بازیگری یا دوره چه میدونم آموزشیت رو میگذرونی و وارد یک تئاتر میشی، برای تو حقوق تعریف میکنن، دستمزدهای خوبی بهت میدن حتی اگر مشهور نباشی، یک حداقل ها رو بهت میدن، بیمت میکنن و تو از یک سری امکانات برخورداری توی اون کشورها. اما متاسفانه تو کشور ما از این خبرها نیست، اگرم باشه خیلی 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 محدوده. خب پس طبیعیه که یک خانواده بیاد نگران این مسائل بشه. خب حالا من میگم تو اون ویدیو اقتصاد خیلی مفصلتر توضیح میدم که حالا که اقتصادش اینجوریه ما چی کار باید بکنیم. اما ما چی کار بکنیم که خانواده رو راضی بکنیم؟ ما خودمون اوکییم با هم مسائل اخلاقی یا غیر اخلاقیش، هم مسائل اقتصادیش، خانواده رو چی کار بکنیم که راضی بشن؟ شما یکی این که میتونید شمشیر بکشید روی خانوادتون و بگید که یا من میرم سراغ حرفه بازیگری، یا چه میدونم، نه من نه شما، یعنی چه بخواین چه نخواین من میرم سراغ این حرفه. حالا یا شما میپذیرید من رو به عنوان فرزندتون، به عنوان همسر یا هر چیزی، یا نمیپذیرید من رو، من انتخاب کردم برم سراغش. من اولا بهت، اگر بخوای به این طرز تفکر برسی، من بهت حق میدم. چرا بهت حق میدم؟ چون تو یک بار زندگی میکنی، تو یک بار زیستن رو تجربه میکنی قطعا. تو حتی اگر
به این ماجراهای تناسخ اعتقاد داشته باشی که به میگن دوباره بر میگردی توی یک جسم دیگه یا هر چیزی که من کاری ندارم. هیچ کس زندگی گذشتش رو یادش نیست اگرم بوده باشه. من یادم نمیاد اگر زندگی قبلی داشتم چجوری بوده. پس من همین یک دونه زندگیم رو با همین آدمای اطرافم، جایی که توش به دنیا اومدم، پدر و مادرم، رفیقام، تجربیاتم، من این زندگی رو یادمه و این زندگی رو دارم تجربه میکنم. من یک بار دوران کودکی رو تجربه کردم، یک بار دوران نوجوانی رو تجربه کردم، یک بار دوران جوانی رو تجربه میکنی، دوران میانسالی و دوران پیری و بعد مرگ. اگر قراره یک بار زندگی بکنی، ارزشش رو داره فراتر از اینه که بگم ارزشش رو داره. تو باید اون چیزی رو که دوست داری رو زندگی بکنی. تو باید استعدادت رو زندگی بکنی. حتی اگر فقط مشکوک به این هستی که آیا من استعداد بازیگری دارم یا نه، یا هر هنر دیگه، حتی اگر مشکوکی و یک ذره هم فکر میکنی این استعدادشو دارید، باید تجربهش بکنی. حیفه بعدها پشیمون میشی اگر تجربهش نکنی. تو سن میانسالی، تو سن پیری، بزرگترین حسرتها، بزرگترین ناخوشنودی هایی که تو میانسالی یا تو بعد 40 سالگی، 35 سالگی، 50 سالگی تجربهش میکنی اینه که میگی کاش من میتونستم، کاش من رؤیام رو تجربه کرده بودم، کاش من برای امتحان کردن هم که شده بود تجربه میکردم استعدادم رو، 4 تا کلاس میرفتم، شاید واقعا توش موفق میشدم. این حسرت ها خیلی تلخه در آینده. پس تو باید تجربهش بکنی استعدادت رو. خب اگر رسیدی به این بایده که من نه تنها مشکوک نیستم بلکه من مطمئنم بازیگری رو دوست دارم، من عاشق بازیگریم، اگر اینقدر عاشقشی و فکر میکنی دوست داری این حرفه رو، اما فقط مانعی داری به اسم خانواده، خب یکیش همونطور که گفتم شمشیر کشیدن جلوی خانواده است، کاری که مثلا من توی برهه انجام دادم. ولی خب خانواده من باز یک خانواده ملوتری بود. خب خانواده من خیلی دوست داشتن من درس بخونم، برادر بزرگترم مخصوصا میخواست من درس بخونم و پدرم همچنین. اما یک روزی یادم اون موقع میخواستم فوتبال رو ادامه بدم، به فوتبال و خوانندگی خیلی علاقه داشتم، سر سفره بودیم و من گفتم که بابا من میخوام ترک تحصیل کنم، چون به درس خوندن علاقه نداشتم. از اول دبیرستان به این ور دیگه علاقه به درس خوندن نداشتم. قبل از اون درسام خیلی خوب بود، دیگه کم کم علاقه به درس خوندن از بین رفت و به هنر و فوتبال خیلی علاقه داشتم. و یادم وقتی که گفتم میخوام ترک تحصیل بکنم، دعوا شد تو خونه ما، قابلمه رفت تو هوا، چه میدونم آبگوشت رفت تو در و دیوار و صحنه خوشایندی نبود. آخرش من ترک تحصیل کردم و مسیر خودم رو رفتم، چون پدرم تا یه اندازه‌ای همیشه مخالفت میکرد، تن میداد به ماجرا. این بستگی به خانواده شما داره که خانواده شما چه جوریه. بعضی خانواده ها هستن، یه چیزی بهتون بگم شاید باور نکنید، بعضیاتون این چیزی که دارم میگم و احتمالا دارین تجربه میکنید، ما تو بعضی جاها داشتیم که فرزندشونو کشتن سر این ماجرای هنر. دختر دوست داشته خواننده بشه و خانواده به طرز عجیبی باش مخالف بودن و اون اصرار کرده و منجر به کشتنمون فرض شده. اگر خانواده ای داری که فقط مخالفه و هیچ وقتم به اینجا ختم نمیشه، کلاتو بنداز بالا و شکرگزار باش واقعا که در این حد خانواده مخالف نیستن که به کشتن تو منجر نمیشه. خیلی تلخه، خیلی دردناکه، ولی هست متاسفانه. اگر میخوای یه کاری بکنی که نه سیخ بسوزه نه کباب،
من چند تا راهکار میخوام بهتون بگم، امیدوارم به دردتون بخوره. یکی این که اون ماجرای این که بابا من میخوام برم، چه دوست داشته باشید چه دوست نداشته باشید، چه من را میدید چه را نمیدید، من رفتم سراغ بازیه، این طرز تفکر و این روی کردو بذارید مرحله آخر، یعنی زمانی که دیگه دستتون به هیچ جایی بند نشد. قبل از اون بیایید چند تا کار دیگه بکنید. قبل از اون بیایید مثلا اگه کنکور ریاضی دارید، خانوادتون اصرار دارن که کنکور ریاضی بدید، خانوادتون اصرار دارن که کنکور تجربی بدید، کنکور انسانی بدید یا کنکور فنی حرفه‌ای و هیچ ارزشی برای هنر قائل نیستن، بیایید، میدونم کارتون سخت‌تر میشه، اما خب هر که تابوس خواهد جور هندوستان کشد، کنار این که کنکور ریاضی میخونید یا بقیه رشته ها، کنارش کنکور هنر بخونید. سخت نیست، باور کنید، عمومیاشون یکیه، فقط میمونه یک سری دروس تخصصی که اگر اضافه بر سازمان این کار رو بکنید میتونید، حتی میتونید دارم خانواده ها این ویدیو رو نبینن، میتونید گول بزنید خانواده هاتون رو، مثلا چه میدونم دارید ریاضی میخونید و واقعا دلتون میخواد کنکور هنر بدید، سه برابر این که ریاضی میخونید کنکور هنر بخونید، برای کنکور هنر هم خودتون رو ثبت نام بکنید و بعد اینکه رفتید کنکور ریاضی دادید کنکور هنر رو هم بدید، بعد جواب کنکور که اومد مثلا میاد ریاضی یه رتبه پرتی آوردیم اما رتبه هنرتون خیلی خوب بوده و دانشگاه خیلی خوبی قبول میشید، شما پاتون از خونه بیارید بیرون دیگه خانواده با شما نمیتونن کاری داشته باشن. این یه مثلا راهکاره. یه راهکار دیگه اینه که بیاید گفتگو کنید با خانواده. حتی من میگم راهکار گفتگو رو بنازید قبل از اون راهکار دیگه که راهکار اولیه که گفتم. گفتگو کنید با خانواده. باور کنید خانواده ما دراکولا نیستن. اگر باهاشون صحبت بکنید ملایم، بهشون نشون بدید که واقعا دوست دارید این حرفه رو. تمرین بکنید. چه میدونم تغییر بکنید. من یادمه وقتی که درس میخوندم، خب اول به درس خوندن علاقه نداشتم دیگه، بعد ترک تحصیل کردم، بعد ترک اون ویدیو من رو ببینید داستان موفقیت الهام بخش که چجوری بعد از 5 سال ترک تحصیل برگشتم و به خاطر کنکور هنر درس خوندم. وقتی که من شروع کردم به درس خوندن خود خانواده تعجب میکرد که این داریوشی که اینجوری داره درس میخونه، خیلی عجیبه که داریوش این بازیگری این تئاتر هرچی از خوبه که اینجوری داره درس میخونه. اونا فقط درس خوندن رو میدیدن دیگه، چیکار داشتن من چی میخوام. یا حتی من توی دانشگاه، من دو تا رشته خوندم تو دانشگاه دیگه، هم رشته بازیگری هم تئاتر عروسکی. رشته خودم تئاتر عروسکی بود ولی من کلاس‌های بازیگری رو همش رو میرفتم پا به پای رفقای بازیگرم و من خیلی جالبه بیش از 50% کلاس‌های عروسکی رو نمیرفتم و استاداشون به من نمره میدادن، چون میدیدن که من چجوری دارم تلاش میکنم. با اینکه دانشگاه من سراسری بود، خیلی روی اینا حساس بود، دانشگاه تهران بود، من حتی یادم یکی دو تا امتحان پایان ترم من نرفتم سر جلسه، امتحان پایان ترم و به من نمره دادن، نمیدونم سر فیلم بودم یا سر تئاتر بودم، اصلا دانشگاه جرئت نمیکرد من نمره نده، چون زودتر از آبدارچی میرفتم تو دانشگاه تمرین میکردم، چون کارشناسی میخوندم میرفتم گاهن میرفتم سر کلاس های کارشناسی ارشد، خیلی اضافه بر سازمان کار میکردم و تمرین میکردم و اونا اینو میدیدن. خب پس به من نمره ندن، به کی نمره بدن؟ آدم ولی نبودم توی دانشگاه. چی میخوام بهتون بگم؟ میخوام بگم گاهی وقتا یه ذره تغییر کردن شما خانواده رو رام میکنه. مثلا اگر آدمی هستید که مدام اتاقتون شلوغ پلوغه، اگر شروع کنید از تمیز کردن اتاقتون، این خود به خود تأثیر مثبتی روی خانواده میذاره تو بیدار شدن هاتون. یهو چه میدونم شروع کنید به ورزش کردن صبح و خانوادتون بذارید ببینن تغییر رو در شما. یک سیدی بازیگری مثلا، یک سیدی آموزشی داریم، شروع کنید به تمرین کردن، بذارید خانوادتون ببینن که شما علاقه دارید واقعا و دارید تمرین میکنید و عزمتون جزمه که بازیگر بشید. تو کارهای کوچیک خانوادگی مشارکت کنید، اصطلاحا باج دادن به خانواده، ولی باج باحالیه.
باج باحالیه، تغییر رو در شما میبینن و کم کم رام میشن. گفتگو کنید واقعا با خانواده، سعی کنید تغییر کنید، این بهترین راهکاره تا اینکه همون اول برین سراغ اون راه حل آخریه. یه راهکار دیگه اینه که میتونید همزمان اون کنار خانوادتون هستید، مثلا چه میدونم هر رشته‌ای دارید میخونید یا هر چی، یا یه شغلی دارید نمیدونم، من کنارش خورد خورد تمرینات بازیگری رو انجام بدید. یه چیزی هست آقا، به ما پول نمیدن که بریم کلاس بازیگری، کلاس بازیگری هم خیلی گرونه. توقع نداشته باشید از خانوادتون که بیان شما رو تامین اقتصادی بکنن، واقعا توقع نداشته باشید. سعی کنید باهوش باشید، جنگنده باشید، از حداقل امکانات حداکثر استفاده رو ببرید. به خدا تو این کلاس‌های بازیگری خیلی چیز خاصی وجود نداره. به نظر من مهمترین چیز تو کلاس‌های بازیگری، تو کلاس‌های بازیگری ایران حداقل، مهمترین چیزی که وجود داره آموزش نیست، با هم بودن است. اینکه تو، چون بازیگری یه کار تیمیه، یه کار جمعیه، کار فردی نیست. اون با هم بودن است که خیلی ارزشمند تو کلاس‌های بازیگری. مثل کلاس‌های بازیگری آمریکا، کلاس‌های بازیگری اروپا نیست که به شدت تخصصی و واقعا تو وقتی وارد کلاس میشی خروجی خیلی خوبی داشته باشه. حالا میخوام چی بهتون بگم؟ میخوام بگم که میتونید خودتونم فردی یک سری کار رو بکنه، یک سری سیدی های آموزشی بگیرید و تو خونه خودتون تمرین کنید، سیدی های آموزشی خوب، تا کم کم یک فرصتی به دست بیاد وارد یک کلاس ارزون بشید، وارد یک سری یک گروه تئاتری بشید. یعنی لزومی نداره حتما من به خانواده بگم که دارم این کار میکنم. نه، مگه شما تمام کار زندگیتون رو به خانواده‌تون میگید که 4 تا تمرین بازیگری کردن رو هم به اونا بگید؟ من دارم یک سری کارا میکنم، من چه میدونم رو یک سری تمرینات بیانی میکنم یا فلان میکنم، هرچی تو اتاقتون تو یه جای خلوت گیر بیارید مثلا تمرین بکنید. برای بچه هم که میگن که آقا ما سیدی آموزشی نداریم چیکار باید بکنیم برای این سیدی آموزشی، من فکر میکنم خب یک سری سیدی ها هست، حالا یا زیرنویس فارسیه یا دوبله است، یا شاید یک سری از آدم ها پک بازیگری تولید کرده باشه، من ندیدم. برای همین من خودم دارم تلاش میکنم یک پک بازیگری خوب و خیلی خوب، حتی تا جایی که خودم فکر میکنم خوبه، با توجه به تجربه‌ای که داشتم و آموزش‌هایی که دیدم، یک پک بازیگری مقدماتی متوسطه آماده بکنم که هر کسی که دوست داشته باشه بازیگر بشه با تهیه این پک و تمرین کردن اون تمریناتی که من میدم آماده باشه برای ورود به این حرفه، آماده باشه برای اینکه کم کم وارد گروه‌های تئاتری بشه، که توی این پک مفصلم توضیح میدم که چجوری حالا که آموزش دارید می‌بینید، یک کم آموزش دیدید چند ماه پیش خودتون تو خلوت خودتون، حالا کم کم در حین آموزش دیدن چی کار بکنید. این پک الان ممکنه یک سال از این ویدیو گذشته باشه دارید میبینید و اون پک آماده باشه. اگه توی توضیحات ویدیو توی دیسکرایپشن اون پک هست، یعنی لینکی هست برای تهیه پک آموزشی، یعنی آماده است. اگه نیست یعنی هنوز آماده نشده. پس یک سری از این پک های بازیگری میتونید داشته باشید و خودتون تمرین بکنید. اگر این کارا رو کردید و بعد یهو مثلا چه میدونم آماده بودید، یه پیشنهاد فیلم کوتاه بهتون خورد، یه پیشنهاد تئاتر، یهو رفتید توی گروه تئاتر تو شهرتون تو تهران یا هر جایی و یهو خانواده سفت وایستادن جلوی شما، اون وقت دیگه میتونید اون مرحله آخر رو برید و هزینش رو بدید. هزینش هم ممکنه از 4 روز از خونه بیرونتون کنن، چه میدونم قهر بکنن باهاتون، نمیدونم، امیدوارم که نکشنتون. ولی اگه واقعا فکر میکنید که انقدر هزینش سنگینه، خیلی آسته آسته برید جلو، یعنی آروم آروم برید جلو. اگر واقعا فکر می‌کنید خانواده خیلی سختگیری در این حد که به شما آسیب جسمی میرسونن دارید، اما اگر نه، فقط یه خانواده ایه که میگه نه من مخالفم، بالاخره یه جا باید هزینه‌اش رو بدی، یه جا باید هزینه این که تو به رؤیاهات برسی رو بدی، شاید لازم باشه واقعا وایسی جلوی خانواده‌ات و بگی من میخوام، تصمیمم گرفتم میخوام بازیگر بشم. شما اگر اون کارم کردید لطفا محترمانه این کارو بکنید که پدر مادر من نوکرتم، دمت گرم، من میدونم که شما نگران منید، من میدونم که شما آینده من براتون مهمه، اما من تصمیممو گرفتم،
حتی با این که نمیدونم تو این حرفه موفق میشم یا نه، من دلم میخواد تجربهش کنم. اگه بعدها هم پشیمون شدم اشکالی نداره، حداقل بدونید که مقصر شما نیستید خانواده عزیزم، من مقصر خودم بودم که تصمیم گرفتم بیام تو این حرف، اگه هر اتفاق برام افتاد یا شکست خودم یا هرچی. اما اجازه بدید من علاقم رو زندگی کنم، اجازه بدید من رؤیام رو زندگی کنم. اگر محکم باشید، سفت باشید، من فکر میکنم که بتونید این کار رو بکنید، بتونید این رضایت رو به دست بیارید. نمیدونم نکته رو از قلم انداختم یا نه، در مورد مسائل اخلاقی و غیر اخلاقی و مسائل اقتصادیش تو ویدیوهای بعد حتما صحبت میکنم. اما خانواده، بالاخره ما یه خانواده‌ای داریم، خانواده برامون ارزشمندن، مهمن. ما باید یه کاری بکنیم که نه سیخ بسوزه نه کباب، که هم رضایت خانواده رو داشته باشیم، هم به حرفمون بپردازیم. گاهی وقتا بالاخره یه تلخیایی به وجود میاد، گاهی وقتا بعضیا باهوشترن، مثل اون داستان تغییر کردن و اینا، تغییر میکنن، خانواده رو گول میزنن، باج میدن به خانواده و کم کم خانواده راضی میشن. بعضی هم باز باهوشترن، کنارش بدون اینکه اصلا خانواده بفهمه داره تمرین بازیگری میکنه، دمش کرد. و بعضی ها خودش هزینه کلاس ها و یا متریال های آموزشی رو تهیه میکنه، هیچ چشم ندوخته به اینکه پدر پولش رو بده، مادر پول این هزینه رو بده. آقا من از کجا هزینه شو در بیارم؟ من نمیدونم، گوشی تو بفروش. من نمیدونم، پسنداز کن، پول خرجی تو پس انداز کن. آقا من بیام گوشیمو بفروشم کلاس بازیگری بخرم؟ اختیار با خودته. من برای بازیگر شدن هر کاری میکردم، کمانی که الانم دارم میکنم. من برای این که یک جلسه آموزشی با استاد بازیگری تو آمریکا داشته باشم، لپتاپ رو من میفروشم، چه برسه به گوشی. چقدر برات مهمه این حرفه؟ بعضی همونم دنبال بهانه ایم، متاسفانه دنبال بهانه ایم که هی میگیم بابامون نمیذاره، خانوادمون نمیذاره. بعد وقتی که میریم میبینیم همه خانواده خیلی هم مخالف نیست. یه بار بابای گفته نه دخترم به نظرم چیز خوبی نیست، یا نه پسرم به نظرم چیز خوبی نیست. مخالفتش در همین حد بوده. بعد تو به خاطر این که بهونه اینجاست، دقت کنید، تو به خاطر این که فرافکن کنی شکست و موفقیت‌هات رو، الان میگی خانواده‌ام نمیذارن. یعنی چی؟ یعنی این که من حمایت خانواده رو ندارم، خب میگم خدایا من اگه فردا شکست بخورم اون وقت تکیگاهی ندارم که بهش متصل بشم. ولی اگه الان خانواده‌ام اوکی باشم برم فردا شکست خوردم، میتونم بگم تقصیر شما بود، شما چرا جلوی من رو نگرفتید؟ شما تو پدر من بودی، مادر من بودی، باید جلوی من رو میگرفتی. مثلا این یک سری بهونه های درونیه. وگرنه اگه واقعا تو محکم باشی، سفت باشی، تصمیم تو گرفته باشی، عزم جزم باشه، به نظرم ابر و باد و مه و خورشید و بلک به تو کمک میکنن. اصلا جهان همسو میشه با خواسته تو اگر تو محکم باشی، اگر تو تصمیم تو گرفته باشی. اگه چیزی مونده باشه که از قلم انداختم رو توی کامنت ها به من بگید، لازم شد تو اون دوتا ویدیو در موردش حرف بزنم. خیلی شکریم. اگه کانال رو تا الان سابسکرایب نکردید، سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو بزنید تا اولین ویدیویی که منتشر میشه ازش آگاه بشید. لایک و کامنت های شما خیلی تاثیرگذاره، اونا رو از من دریغ نکنید. و در نهایت اگه خواستید من رو حمایت بکنید، از طریق لینک حمایتی که روی تصویر می‌بینید و توی دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو میتونید پیداش کنید، میتونید اونجا ما رو حمایت بکنید. خیلی شکرم. مراقب خودتون خیلی باشید، سفت و محکم تصمیمتون رو بگیرید. چکی.